سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. داستان امشب ما داستان یک لات خرم‌آبادیه، یک لات لرستانیه که توی این الواتی ها و رفیق بازی ها و داستان های این شکلی تبدیل میشه به یک عرق‌خور قهار، انقدر این داستان در زندگیش پیش میره، انقدر پیش میره که به خودش میاد میبینی که اصلا غرق شده تو این مسئله، اعتیاد پیدا کرده به الکل، دیگه تو جامعه جایی نداره، با همه دعوا میکنه، تو محل وقتی میاد همه سعی میکنن اینو نبینن چون میدونن تنش به وجود میاد، مشکل به وجود میاد، کارهایی میکنه، آبروی خانوادهش میره، داستانهایی براش اتفاق میفته که موجب سرشکستگی خانوادهش میشه. همه اینها در زندگی احمد آقای قصه ما اتفاق میفته. یک شب تو همین حال، تو این وضعیت بدمستی و اینها، میره خونه، تصمیم میگیره بی سر صدا بره تو اتاقش که با خانواده بحثش نشه، کلکل نکنه، دعوا نشه. میشنوه مامانش داره یه چیزایی سر سجاده میگه، داره نماز میخونه، داره صحبت میکنه، میگه خدایا این بچه من این شکلی اون شکلی آبرو ریزی کرده، فلان کرده، به راه بیارش، درستش کن. احمد میره پیش مادرش، با مادر صحبت بکنه. مهری وسط سجاده مادر بوده، احمد به این مهر دست میزنه، بوسه میزنه، میگه که من قول میدم خودم رو درست کنم. مادر میگه این تربت امام حسینه، نجسش کردی، عرق خوردی، نجسی، اینو نجسش کردی. مهر اونجا میشکنه، توی بحثایی که اینها با هم داشتن و اینا، اون مهر میخوره به اصطلاح خودم به دیوار میشکنه. احمد منقلب میشه، از کلمه‌ای که مادرش میگه خجالت زده میشه. با دعای مادرش، با اتفاقاتی که اون شب میفته، با توسلش به آقا امام حسین، لات قصه ما، عرق‌خور قصه ما میشه خادم آقا امام حسین. تو حرم امام حسین جایی مشغول کار میشه که مادرش بهش میگه احمد از این تربتی که بهش نزدیکی، بهش دسترسی داری، وردار بیار ما تو قبرمون بذاریم برای آخرت. میخواییم داستان زندگی احمد صادقی نیا رو با همدیگه مرور کنیم، برمیگردیم، نکاتی دارم مفصل هست. خال معروف این بر او بر موج میزنی تو حال خراب و نامردی. کلید انداختم رفتم خونه، دیدم مادرم نشسته بود سر سجاده، نمیدونست که من وارد شدم. من در رو یواش باز کردم، گفتم یواش میرفت، کلید انداختم، الان میرم خونه، دوباره شروع میکنن این چه حالیه، دیگه من حوصله ندارم داد بزنم و شروع کنم، یواش برم تو اتاق بخوابم. رفتم داخل، دیدم تو حال راروه که میومدی حالمون اولش بود، اتاق منم اول راروه بود. دیدم مادرم داره نمازش رو تموم کرده، داره گریه میکرد، سر زده بود به زمین به مور که خدایا من اولاد بزرگ کردن، گفتم این عصا دستم بشه، خدایا اینو یا بکش یا سالمش کن. خیلی اون چیزایی که میگفت، اصلا الان شرم هم میاد بگم که دل مادرم چطور شکسته. منم حال خراب، همینجوری شونمو زده بودم به دیوار، داشتم حرفا مادر رو گوش میکردم، بعد عشق از چشمان سرازیر میشد که مادرم داره اینجوری میکنه. بعد خودم با خودم میگفتم تو دمت غیرت میزنی، اتحاد میاد، میگی من لاتم، این چه لاتی، کدوم لات دل مادرشو میشکنه؟ لات اصلی اون مادرشو شاد کنه، دست مادرشو بگیره. همینجوری که رفتم جلو، اصلا دست خودم میدونم این کار خدا بود، من نبودم که بخوام، من عوض شدم، خدا نوشته بوده برام. هم موقعی به دنیا اومدم تا این موقع این گمرویی ها رو انجام بدم، بگه بودم بفهمم و بدونم ته گمرویی هیچی نیست. خب چی شد؟ رفتم، مادر ضرب و مر زده بود، گریه میکرد، گفتم مادر، ما به مادر میگیم دا دا لورا دا، یا دا یا دالکه خورم و میگیم دا خورم آبادی، گفتم دا، یا ترسید چون بی سر و صدا اومده بودم، نگام کرد گفت برو بر برو، و گفتم دا و همین موری که داری نماز میخونی، دست زدم روش تا دستم خور روش، اینجوری دستم رو پرد کرد، گفت نجسی موره خور به قرنیز دیوار شکست. بعد شروع کرد خدایا من رو به مور شکست، شروع کرد خدایا من رو به اثر تقصیراتم بگذر، ای بر نفرین به من. خب
اینجا مادرم گفت اینو تو پرانتز داشته باش، گفت دستت خورده به این مرتون نجس، این مرت تربت امام حسینه. دل منم شکست اون لحظه. به مادرم گفتم، بهم گفت نجسی، گریه کردم با همون حالت گریه و حال عملی برم خراب بود که دعا به ابوالفضل، به قرآن، به کی من قسم ندارم ولی قسم میخورم به ابوالفضل، به این نمازی که میخونی، به جان خودت، دیگه عرق نمیخورم، الکل نمیخورم، توی کارا نمیکنم دیگه، آقا هر کی اومد سراغم نظر به نه، تو دروغگوی، تو چند سال اینجوری با آبرو ما بازی میکنی، خدا ازت نگذره، این مرد شکست، من اصلا بعدم ازت میاد، تو نجسی، سجاده رو باید آبکشی کنم. گفتم مادر دا، همون دا فارسی میگم مادر، مادر اتفاقا میگی دا قشنگ سلامت باشی. گفتم دا دا دیگه من قسم خوردم، مرد با قولش، خودت میدونی کاری که بگم نمیکنم انجام نمیدم، تا حالا بهتون نگفتم نمی کنم، الان میگم نمی کنم. خیلی خب، بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم. میگه که با مادر صحبت کردم، میگه صحبت کردم، گفتم که من قول میدم بذارم کنار این داستانا و الواتی و اینا رو بذارم کنار، عرق خوری رو هم بذارم کنار. بعد میگه قبلا همچین تصمیمی داشتم، یه انقدر اعتیاد پیدا کردم به الکل، به رفیقام میگفتم که من این بارو میزنم تو رگ، استفاده میکنم، میخورم، مینوشم، ولی دیگه سراغ این نمیام. بعد میگفت رفیقام میگفتن فردا میبینیم تو اول قبل از همه اینجایی. میگه میرفتم یه خورده ازش فاصله میگرفتم، دست و بالم شروع میکرد به لرزیدن، حالم بد میشد، پیشونیم عرق سرد میکرد، نمیشد. میگه این اتفاقا که افتاد و این داستان که پیش اومد، من قول دادم به مادر که دیگه میذارم کنار. میگه نشستم تو خونه، گذشت یک روز، گذشت دو روز، گذشت یک هفته، یه بازه زمانی گذشت و ما بوسیدیم این داستانو، گذاشتیم کنار. با خودش همراه بشیم، خودش قشنگتر تعریف میکنه. خب هیچی دیگه، مادرم خوشحال، خدا آبرو بهت بده، من ازت راضیم، خدا شکر. الان یه هفته از پاکی بیرون نرفتی. الان دیگه آره انگار داشتم بال در میاد. آره دیگه هیچی. شروع کرد گفت پسرم حالا تو که این کارا رو نمی کنی بیا نماز یادت بگیر. گفتم با مادر من که نماز بلد نیستم. گفت نه، من بلند بلند میخونم تو یاد بگیر، خدا همیشه عزتش بده به حق شاه شهید کربلا، بقیق پلو شکست مادرم فاطمه زهرا، خدا عمر منو بده واسه مادرم، یعنی یا شاه شهید کربلا، به حرمت پلو شکست مادرت فاطمه زهرا، من زودتر از مادرم بمیرم، داغ مادرمو نبینم، به حق شاه شهید کربلا. مادرم نمازو یادم دار، بلند بلند میخود من یاد میگرفتم، بگه طوری بود نماز رو یاد گرفتم، خودم میخونه، بعضی موقع هم اشتباه میکردم، بعد مینوشتم، اصلا میخواستم برم رکوع یادم میرفت چی بگم، این سبحان ربی العظیم و بحمده رو نوشته بودم که میرم رکوع بگم، نگاه کاغذ میکردم، نماز رو خوندم دیگه، نماز رو یاد گرفتم، نماز یاد گرفتم دیگه، دیدم چه حال خوبیه، چه آرامشیه تو خونه، نه درگیری، نه چیزی. شروع کردم یواش یواش، بعد از 10-15 روز بود از خونه با موتور اومدم بیرون، گشت میزدم، این بر میرفتم، رفیقامو میدیدم میگفتن احمد نیستت، میگفتم فلانجا بودم، این بر بودم، میبینم اتون، نمیرفتم دیگه با هیچکی. خیلی خوب، نمازو از مادر یاد میگیره، بعد اول سعی میکنه رفیقاش رو بپیشونه، بعد اینا بهش تیکه میداختن، مسخرش میکردن که تو مثلا عوض شدی، داستانی برات پیش اومده. بعضی هم میگفتن این میخواد بره جای مشغول شه، احتمالا به خاطر این داره رفتارش یه خورده عوض میکنه. یه امامزاده نزدیک خونش بوده، تصمیم میگیره برای نماز بره اون امامزاده بیاد خونه، یه شب از همین شبهایی که میره تو همون امامزاده برای نماز و اینها، یه هیئت مذهبی برپا میشه و این هم حضور پیدا میکنه. با اون کسی که اونجا مداح بوده رفیق میشه. مداح هم آدم خاکی بوده، آدم با معرفتی بوده، آدم مشتی بوده، حواسش به بقیه بچه محله و رفقا و اینا بوده،
یه جوری رفتار میکرده که بقیه هم با شمراه بشن. با مداحه رفیق میشه، بعد یواش یواش مدل زندگیش در همین تغییری که ایجاد شده بوده پیش میره. بریم ادامه‌ش رو با هم ببینیم. یه شم کارتونی گرفته بودم از این شما چلمن بعد. یه کارتون گرفته بودم. دیگه زور، نماز زور که میشد، قبل نماز زور اون مسیری که من میخواستم پیاده برم، یه شم تو جیبم بود، شما تو جیبم بود، تو دستمال کاغذی، توی پلاستیک تو جیبم. با پا میرفتم امامزاده، نماز زورم رو میخوندم، شما رو روشن میکردم، دوباره برمیگشتم میومدم خونه تا نماز مغرب و عشا. خدا شهاده گواست، دوباره مغرب عشا اون شما رو یه شم دوباره تو کارتونی در میآوردم، امامزاده، نماز، شم روشن میومدم. من یه چیز داخل پرانتز بگم قبل از اینکه بریم بقیه‌اش رو بشنویم، چون الان داستانش رو میخواد تعریف کنه که ایشان در حرم آقا امام حسین حالا داره خادمی میکنه، به اصطلاح خودمون رفت و آمدی داره، برو بیایی داره اونجا. میگه من زمانی که خونه میرفتم میومدم سفرم جدا بود، میگفتن تو نجسی. خانواده به اصطلاح خودمون باورمندی داشته، میگفتن تو لب به عرق میزنی، تو نجسی، نه یا پیش ما نشین. میگه وقتی که این داستانو پیش اومد رسیدم به یه نقطه‌ای که اگر من سر سفره نمیرفتم یا نبودم اینا غذا نمیخوردن، وای میستادن من بیام. از کجا این داستان شروع میشه؟ یه بوسه میزنه بر تربت آقا امام حسین. بعد اون لحظه که بوسه میزنه بر تربت آقا امام حسین، بر اساس عقلانیت، بر اساس اون چیزهایی که ما میفهمیم، مادر بهش میگه نجسی تو، این کارو نباید میکردی. حواسش نیست که بعضی جاها تو بعضی از اتفاقها معادلات دنیایی نیست، معادلات عقلانی نیست، من و تو نمیتونیم درکش بکنیم. یه چیزای دیگه ای داره اتفاق میفته، یه چیزای دیگه ای داره شکل میگیره. از اونجا داستان زندگی او میرسه به جایی که اون میشه خادمه کسی که حالا اینا به واسطه خادمی اون فرد به این دارن حسودی میکنن و به اصطلاح خودمون موجب مباهاتشونه. بریم ادامه‌اش رو بشنویم. خب رفت آمد داری، پادباز به حرم امام حسین، خوشروزی، بگو برامون چه کار میکنی اونجا؟ اونجا خدمت آقا امام حسین هر کاری باشه میکنم، جارو میزنم، سنگکاری میکنم، کارگری میکنم. تو حرم امام حسین به میگن لیفتراک حرم. لیفتراک حرم؟ بله جانم. هر کاری باشه ما اونجا انجام میدم. او پادشاهیه، اسمشو میذارن کارگر امام حسین، ولی بخوای فکرشو کنی، با دل نگاه کنی، پادشاهی داری میکنی اونجا. من اینکه روسیا بودم هیچ کی تحویلم نمیگرفت. اینجا رو داشته باش، مادرم گفت دست نزن به این تربت، ای تو نجسی. الان تو حرم دارم رو تربت کار میکنم، خود مادرم میگه واسه مردنمون تو قبرمون از این تربت بیار. دوستان من این نکته خدمت شما عرض بکنم قبل از اینکه انتهای ویدیو رو با هم ببینیم. اینجا مجری برنامه یه به اصطلاح خودمون غافلگیرانه‌ای برای این فرد میاره، چه اسم به کار ببرم الان تو ذهنم نیست، یه غافلگیرانه براش میاره یه بسته‌ای و میگه به ما بگو که به نظرت چی داخل این بسته است. طبیعتا تو برنامه‌های مذهبی این شکلی من خودم اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که مثلا پرچم حرم آقا امام حسین یا یه نمادی از آقا امام حسین آوردن که مثلا این حالش منقلب بشه. ببینیم اصلا غافلگیری محشری، ببینیم برمیگرم نکاتی دارم اصلا کرد. بازش شو شهید کربم ها، این چادر مادرمه. چادری 5 سال پیش بیشتر بوده، جنس بوده، از حرم امیر المومنین برای مادرم آوردم. امیر المومنین گفتم امیر المومنین تو رو به ناموست یه روزی نمیذاشت دست بخوره به همین مهر شکسته به همین چادر. بوش کنه احمد دستید دردت و جونم دا دا خدا همیشه سلامت. خیلی خوب، بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم. چادر مادر و همون موشکسته رو میاره
باش روبروش میکنه. حالا مهره رو داره نگاه میکنه، دیگه اون آدم عرق خوره نیست، دیگه اون آدم نیست که وقتی دست بزنه به این مهره بگن که تو نجسی، دست به این مهره نزن. نه، این الان نوکر آقای محسنه، عاشق آقای محسنه. وقتی هم به این مهره نگاه میکنه، کل اون داستانه در ذهنش مرور میشه، یه دور میاد. تو این داستان ها و تو این مراسم ها و تو این بند و بساط ها ما چیزهایی میبینیم که بخشش واقعا از درک عقلانی خارجه، بخشش واقعا قابل تأمله، بخشش واقعا حیرت آوره. من میخوام خدمت دوستان خودم عرض بکنم، به ویژه آنهایی که درگیر مسئله اعتیاد ممکنه باشن، حالا به هر نوعش، به هر شکلش، و بذار من حرفم فراتر ببرم، هر رفیقی که یه وابستگی تو زندگیش داره، اون وابستگی ممکنه بد باشه، فقط اعتیاد به مثلا مواد مخدر و مثلا الکل و اینها نه، هر وابستگی که ممکنه بد باشه. حالا تو ذهن خودت نگاه کن ببین آیا وابستگی هست یا نه. یه وابستگی ممکنه اخلاق بد باشه. من وابستگیم فحش بود، دیگه ندادم، گذاشتم کنار، دارم بهتون میگم، و به اصطلاح خودم از بیرون گود حرف نمیزنم، سعی کردم ادبیاتمو درست کنم، رفتارمو درست کنم. ببین حرفم اینه، اگر رفیقی درگیر مسئله اعتیاده، اگر رفیقی درگیر به اصطلاح خودمون این داستان ها هست، یه تلاش بکنه، یه بسم الله بگه، یه تأمل بکنه، یه توسل بکنه به آقا امام حسین. و اگر واقعا، من یه مدت خیلی برام سوال بود به خاطر اینکه یه سری مسئله مطرح میکردن تو چارچوب چیای دینی و اینا، که در خصوص حضرت رقیه بعضیا میگفتن آقا به لحاظ تاریخی بررسی کنیم ببینیم مثلا این شخصیت در کربلا بوده یا نه. ببین خیلی مطالعه کردم درباره این داستان. اون چیزی که میتونم خدمت شما عرض بکنم اینه، یه بار من نشستم با این کاراکتر حرف زدم، یه بار نشستم با این کاراکتر صحبت کردم و ازش چیزی خواستم. اتفاقاتی برای من رخ داد، چیزهایی برای من رقم خورد که من یقین پیدا کردم این کاراکتر واقعیه، من ایمان پیدا کردم این کاراکتر واقعیه، من اثر این کاراکتر رو به خوبی دیدم. به رفقای خودم میام، حالا هر کسی به یه شخصیتی ارادت داره، به حضرت رقیه متوسل بشید، باش حرف بزنید، باش صحبت بکنید، با شخصیت هایی که تو اون حادثه بودن، تو حادثه کربلا بودن، با خود آقای امام حسین حرف بزنید، شروع بکنید مسئله ترک اعتیاد، یه بسم الله بگید، میدونم سخته، میدونم همت میخواد. من جرئت نمیکنم راحت به هر کسی بگم آقا برو استارت بزن و فردا میذاری کنار. بارها تو این برنامه گفتم یه چای شما دو دقیقه نمیخوریم سرمون درد میگیره، ما همه چیمون میرسه به هم. به خوبی اینها رو میفهمم، خدمت رفقای خودم میگم بسم الله بگید. احمد آقای داستان ما اصلا تا ته بازی رفت، تا ته بازی رفته، آقای امام حسین دستشی گرفت، آقای امام حسین دستشی گرفت. میشود با رفاقت با این خانواده، میشود با رفاقت با آقای امام حسین یه مدل متفاوتی زندگی کرد، یه مدل متفاوتی تجربه کرد و این داستان بعید نخواهد بود. من نکته دیگه ندارم، اگر شما نکته داشتین، اگر بحثی بود، حتما در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.